سوالات فنی، مسلکی یا تکنیکی امتحان عملی رانندگی کلاس B، praktische Fahrprüfung Klasse B technische Fragen بخش اول. دوستا یک ویدیو خواستم براتون در رابطه با بعض سوالاتی که در امتحان رانندگی کلاس B ممکن است پرسیده شوا براتون تهیه بکنم. ویدیو جالب است، تا آخر همراه ما باشین. شروع میکنیم. موضوعات اساسی امتحان عملی بسیار مهم است که خود آماده بسازیم به امتحان، و این موضوعات نه تنها که به امتحان فایده داره و بلکه به رانندگی نرمال ما شما هم مفید است. موضوعاتی که در این بخش ذکر میشه یا مربوط موضوعات اساسی هستن، او عبارت هست دانش در مورد تایرهای موتر یا اوتو غایفن می باشن، دانش در مورد مایات موتر یا اوتو فلوسش کایتن می باشن، دانش در مورد چراغای موتر یا اوتو لیشت می باشن، دانش در مورد بریک های موتر یا اوتو برمزه می باشه که درباره هر کدام از این براتون یک ویدیو جور میکنم، و در این ویدیوی امروزی در رابطه با تایرها یا اوتو غایفن صحبت میکنیم. مسائل اساسی دیگه هم است که دربارش صحبت میکنیم، اما چند ویدیو در رابطه با نکات مهمه که باعث موفق نشدن در امتحان عملی میشه، او را هم براتون تهیه کردیم و به نشر میگذاریم. لینک های از این ویدیوها را در پایین باز براتون میمانم تا همراهتون کمک شود که بتونین امتحان عملیتون را به آسانی و به خوبی سپری بکنین. خوب است دوستان، موضوع اول خود را در نظر میگیریم که عبارت از دانش در مورد تایرهای موتر یا اوتو غایفن بوده. عناوین را که در این موضوع ما در این ویدیو میخواییم بخونیم یا ببینیم و مشاهده بکنیم، عبارت از عنوان اول ما این انواع تایره ها و شناسایی آن غایفن تپن هستند، عنوان دوم ما فشار هوای تایره ها یا مقدار هوای تایره ها که عبارت از غایفن تروک و یا غایفن لفت می باشه است، عنوان دوم ما عمق آج تایرها یا پروفیل تیف می باشه، وضعیت آسیب دیدگی تایرها را باید ما بفهمیم که عبارت از غایفن شادن است، و ما در این ویدیو مخصوصا درباره از نمی چار عنوان صحبت می کنم، و سوالاتی که به زبان آلمانی در امتحان ممکن است پرسیده شود با ترجمهش براتون ذکر کردیم، همچنان لیست لغاتی که مربوط هر موضوع میشه در ویدیوها براتون داخل میگذارم. داخل ویدیو همراه ما باشین. اگر ویدیو خوشتون آمد میتونین لایک بکنین، و در صورتی که کدام موضوع فراموش ما میشه او را میشه شما در کامنت ذکر کنین تا که دیگه بیننده ها از او مستفید شود، و دوستایی که سابسکرایب نکردن اونا هم میتونن سابسکرایب بکنن. بله دوستان، قبل از شروع موضوع تایرها این سه واژه را اگر بفهمیم بهتر است، چون که بازم روی ما بعدا کمک میشه. مثلا ما تایر غایفن میگیم ببخشیم بسیار، یا تایرها را غایفن، یعنی حالت مفرد و جمعش یک چیز است. چین یا لبه را فلگه میگیم، و چین ها یا لبه ها را فلگن گفته میشن. عرابه را غات میگیم و عرابه ها را غیده. یعنی به این معنی که طوری که میفهمین ای تایر یا غایفن فلگه و غات. خوب است دوستان، عنوان اول ما در رابطه با انواع تایر هاست و شناسایی از تایر هاست.
یا رایفن تپن. اگر سوال پرسیده شود که واس است دست فور این رایفن این چی نوع تایر است، پس شما میتونید جواب برش بگین که نویت شنشان بتین، ببینین تایر و نویت شنشان بتین. انواع تایرها دوستا طوری که واضح است، تایرهای تابستانی است یا زوم رایفن، تایرهای زمستانی است ونت رایفن، تایرهای همه آب و هوا است یا اهل وت رایفن می باشن. و طوری که می دانین تایرهای زمستانی درشت بودنشان نسبت به تایرهای بهاری که زیادتر است. به این دلیل تایرهای بهاری یا تابستانی حالت لخشیدنشان یا سلیپ شدنشان زیادتر است نسبت به تایرهای زمستانی یا ونتر رایفن، که توسط اینی سمبول تایرهای زمستانی شناخته میشه و فرقشان بین تایرهای بهاری و زمستانی میتونه یک یام ای سمبول باشه و دیگه چیز هم میتونه باشه. و همچنان در تایرهای زمستانی M پلوس S نشته کردگی است که مات اوند شنی یا سنو مانا میده، یعنی گل و برف. خب دوستان، این هم انواع تایرها و شناساییشون. موضوع دوم ما مقدار اندازه فشار هوای تایرهاست یا رایفن تروک میباشن. سوال به این شکل میتونه پرسیده شود که وی فیل لوفتروک براوخن دی رایفن. به این شکل ترجمه شدن، تایرها به چی مقدار فشار هوا نیاز دارن؟ جواب دقیق زیر ما شما گفته نمیتونیم دوستا، به خاطر از اینکه نظر به برند و مارک موتر فرق میکنه، نظر به نوعیت تایر و اندازه تایر فرق میکنه. و جواب سوالی است که هر موتر یک جدولک در قسمت دروازه سمت راننده داره و دو ذکر شده دقیق که اگر چند نفر ششته باشه به چقدر مقدار هوا نیاز داره این تایر سیمی موتر. و همچنان این جدولک در پوش تانکی تیل می باشه که تانک دک گفته میشه. و این معلومات یا امی جدوله که میتونیم که ما شما در کتاب رهنمای موتر هم پیدا کنیم که اوتو هندبوخ گفته میشه. ای این سوال به این شکل هم میتونه پرسیده شوه که وی فیل لوفتروک بینوتگن دی بای فول بلادونگ. معنیش هنگام بارگیری کامل به چی مقدار فشار هوا نیاز دارید؟ که جوابشم بازمونمو چیز است و این هم عکس پوش تانکی تیل که در اینجا ذکر شده که اگر دو نفر سفر میکنن به چقدر هوا ضرورت داره موترتان، تیره موترتان، و اگر مکمل 5 نفر سفر میکنین با بایک ها و دیگه اشیا به چقدر هوا موتر تیره موترتان نیاز داره، البته موترهای 5 نفره. خوب است دوستان، موضوع بعدی که بسیار زیاد مهم است هم عبارت از عمق آج تایر هاست یا پروفیل تیف. و سوال به این شکل میتونه شوه که وی فیل پروفیل تیف زولت این زوم رایفن هابن. معنیش عمق حداقل آج تایر های زمستانی چقدر است یا چقدر میتونه باشه؟ در جواب شما میتونیم بگوین که عمق آج تایرهای تابستانی 1.6 میلیمتر است. 1.6 میلیمتر. و این واحد اندازه‌گیری میلیمتر شما باید همراه از عدد ذکر کنین، چون که امکان داره که سوالاتان غلط حساب بکنن در وقت امتحان. این سوال به این شکل هم پرسیده میتونه شوه که وی فیل پروفیل تیف زولت این ونت رایفن هابن. بازم معنایش به این شکل است عمق حداقل آج تایرهای زمستانی چقدر است؟ عمق آج تایرهای زمستانی 4 میلیمتر میباشه، 4 میلیمتر. و اگر سوال به این شکل اومه پرسیده شوه واس است دست مندست پروفیل تیف دس رایفنز،
عمق حداقل آج تیرها چقدر است؟ اگر شما به شکل بگوین خوب است که عمق آج تیرهای تابستانی 1.6 میلیمتر و عمق آجهای تیرهای زمستانی 4 میلیمتر و عمق آجهای تیرهای همه آب و هوا نظر به موسم فرق میکنن. یعنی این تیرها در تابستان حداقل 1.6 میلیمتر باشن و در زمستان حداقل 4 میلیمتر باشن. سوال اگه پرسیده شود که وی کن من دن پروفیل تیف مسن، چگونه عمق آج تیر را اندازه گیری میتوان کرد؟ توسط سکه یا منصه، چون که امی حلقه ازی سکه که هست 1.6 میلیمتر است و توسط ازی ما میتونیم اندازه بکنیم، و توسط پروفیل تیف مسن که آله اندازه گیری آج تیر هاست که به شکل پلاستیکی هم هستن و دیجیتال ازی هم پیدا میشه که به ما نشون میده که فعلا آج ازی تیر چند میلیمتر است. نگفته نمونه دوستا که در بغل تیرها معمولا یک سمبول یا یک شکل مثلث شکل میباشن، وکتورش به طرف بالا، که در قسمت داخل ازی پروفیل تیف یک قسمت هست که یک رابره که به اندازه 1.6 میلیمتر است که او جا هم میتونیم ما تعیین بکنیم، از او هم میتونیم تعیین بکنیم که آیا پروفیل تیف از این تیر 1.6 میلیمتر شده یا بالاست. درسته دوستان، موضوع بعدی که هم بسیار زیاد مهم است، وضعیت آسیب دیدگی تیرها یا غیفن شادن میباشن. یعنی تیرهای ما شما توسط میخ، شیشه، آهن، سیخ به این شکل آسیب ندیده شده باشه، تایرهای ما شکستگی یا توته و پارچه نشده باشه، تایرهای ما این قسم شاریدگی جیفه شدگی نباشه و یا تایرهای ما به این شکل برامدگی توب نداشته باشه که بسیار زیاد خطرناک می باشه و این باید ما شما همیشه در نظر داشته باشیم که تایر خود معمولا چک کنیم بهتر است. عمومی هم در رابطه با تیرهای رقم سوال پرسیده میتونه شوه که ولش درای دینگ موسن سی ریگل میسیگ اندن غیدن کنترولین، کدام سه مورد را باید به طور مرتب در تیرها چک کنید؟ البته عمق آج تیرها یا پروفیل تفست جوابش، فشار هوای تیرها یا غیفن تروک میباشن، و وضعیت آسیب دیدگی تیرها است که غایفن شادن می باشه که آسیب دیده نباشه، فشار هوا، مقدار فشار هوا مناسب باشه، و عمق آج تیرها از 1.6 میلیمتر و یا از 4 میلیمتر کم نباشه. این سوال میتونه این رقم پرسیده شوه که واس زولتن زی ریگل میسیگه ام غایفن کنترولین، چی چیز را باید به طور مرتب در تیرها چک کنید؟ بازم سوال، عمق آج تیرها یا پروفیل تیف، فشار هوای تیرها غیفن تیف، وضعیت آسیب دیدگی تیرها یا غیفن شادن. این سوال به شکل واس موست من ان دن غیفن بیختن، در مورد تیرها باید با کدام نکات توجه کرد؟ پروفیل تیف، غایفن تروک، غایفن شادن. و haben sie غایفن immer eine Laufrichtung؟ haben die غایفن immer eine Laufrichtung؟ آیا تیرها همیشه جهت دارن، جهت دار هستن؟ جوابش میتونه باشه که نخیر، نظر به مدل، اندازه و یا برند موتور یا برند تیرها میتونه جهت دار باشه و یا میتونه که بدون جهت باشه. زند غایفن فون اوند هنتن گلایش، آیا تایرهای جلو و عقب یک نوع هستن؟ توصیه ADAC ای است که میگه نخیر، اما ما دیدم که نوشته شده که نظر به مدل، انواع و اندازه تایر یا برند موتور یا برند تایر فرق میکنه، میتونه که یک رقم باشه تایرهای مقابل و عقب و میتونه که متفاوت باشه.
kann man Reifen von links nach rechts wechseln? Euer میتونه تایرها را چپ براس تبدیل بکنین. بازم جواب شمی است که نظر به مدل انواع و برند تایرها. Haben alle Reifen Laufrichtung؟ آیا تمام تایرها جهت دار هستند؟ نه خیر. تایرها میتونه جهت دار باشه، تایرها میتونه که بدون جهت باشه. Wie lange halten die Reifen؟ تایرها چقدر دوام میکنه؟ نظر به مدلشون است، نظر به کیفیتشون است، نظر به آب و هواست، نظر به وضعیت سرک و کوچه هاست، نظر به شکستگی، بندیدگی سیخ یا میخ یا آهن داخل شدنش است، نظر به ای است که ما چقدر احتیاط میکنیم وقتی که در بورد بالا میشیم، وقتی که سرک خراب میباشه ما چه رقم میدانیم. اما سوال نرمال از چه رقم است که وی لنگ حالتن غایفن نرمال وایزه، تایرها چقدر به شکل نرمال دوام میتونن بکنن. 40,000 کیلومتر گفته شده، یعنی موترهایی که تایرهای زمستانی و تابستانی خود تبدیل میکنن سالانه میتونن 15,000 کیلومتر که تایرهای خود حرکت بکنن یا سفر بکنن و تا 5 الی 6 سال میتونن که کار کنه و بعد از او باید نو شوه. بله دوستا، بعضی از لغات و اصطلاحات و طور که در شروع ویدیو گفته بودم براتون جمع‌آوری کردیم. زوم غایفن تایرهای تابستانی، ونت غایفن تایرهای زمستانی، آل وت غایفن تایرهای همه آب و هوا، اوتو هنبوخ کتاب رهنمای موتر، تانک دکا پوش تانکی، پروفیل تیف عمق آج، پروفیل تیف مثل اندازه گیر عمق آج، اندازه گرنه اندازه گیر، غایفن پلاتس پوندیدگی تایر یا غایفن لوفت هوای تایر و غایفن تروک فشار تایر. دوستو ختم ویدیوی ماست، لایک میتونین فراموش نکنین کلیک کنین و با دوستایتان این ویدیو رو شریک بسازین. منتظر ویدیوهای بعدی در رابطه با سوالهای مهم دیگه امتحان عملی باشین. کسایی که امتحان دادن بسیار خوب است، کسایی که امتحان میتن شانس خوب برشون میخوایم. ممنونتان. دنکه.